با سلام خدمت همه کاربرای عزیز سایت زنگ کلاس. ابراهیم هستم با جلسه چهارم آموزش برنامه‌نویسی مقدماتی SQL. تو این جلسه می‌خوایم ساخت یک جدول رو بهتون آموزش بدیم که جدول چیه و چطور باید اینو بسازیم. خب دوستان، قبلش شما یه لطفی کنید، اون دکمه قرمز سابسکرایب تو یوتیوب رو بزنید، زنگولش هم بزنید که از آخرین ویدیوهایی که ما توی یوتیوب میذاریم شما حتما با خبر بشین، و توی اینستاگرام هم ما رو حتما حمایت کنیم و دکمه فالو رو بزنیم. خب دوستان، بریم وارد آموزش بشیم و ببینیم کریت تیبل یا ساختن یک جدول چیه. قبلش من یه پینت رو میارم بالا، اینجا نداریمش. قبلش من اینو پینت رو استارت کنم و بیاریمش بالا. ببینید، ما تو جلسات قبلی اومدیم چیکار کردیم؟ یک موجودیتی، ببینیم اون شکلی که میخواییم داره؟ نه. خب، یک موجودیتی به اسم، من تیبل رو سرچ میکنم، تیبل این SQL، و عکساش رو میخواییم ببینیم تیبل چیه. اون شکلی که میخواییم وجود نداره. اولش یه دونه دیتابیس and table in SQL. خب، اون چیزی که میخوایم، آها، اینجا هست یه چنین چیزی، ولی ما میخوایم بهترش رو خودمون بکشیم. ببینیم، ما یه تو جلسه‌های قبلی گفته بودیم یه چیزی داریم به اسم دیتابیس. دیتابیس چی بود؟ تو زمان‌های قدیم می‌اومدیم داده‌های خودمون رو، قبلا که پاسکال، سی پلاس پلاس، جاهایی بود که ما دیتابیس نداشتیم که یه مخزنی که بخواد داده های ما رو ذخیره کنه و مدیریت کنه. قبلش میونه از ذخیره داده تو فایل استفاده میکنه، ولی بعد از مرور زمان یک ساختاری، یه سرویسی به وجود آمد به اسم پایگاه داده که تونستیم داده های خودمون رو داخل اون ذخیره و مدیریت کنیم. این پایگاه داده حالا به این شکل ما خیلی بد شده دیگه، ببخشید کنترل C خورده، سایزش رو اوکی کنیم، این حالت اینجوری فکر کنم بهتر باشه، و این بهتره. ببینید، ما یه مخزنی داشتیم، این مخزن رو ما تو جلسه قبل ساختیم به اسم دیتابیس. تو دیتابیس ما موجودیت های زیادی وجود داره. این موجودیت ها چی هست؟ حالا یکی از اصلی ترین موجودیت هایی که نیاز داریم جداول ما هست. ما توی مخزنمون جدول های مختلفی داریم. مثلا جدول چی؟ مثلا میگیم پرسن. لیست مثلا مشخصات کارمندا رو بگیره چیکار کنه، داخل ذخیره کنه. یه جدول داریم به اسم مثلا چی؟ فاکتور. فاکتورهایی که میزنیم و نشون بده. یا مثلا یه جدول داریم مثلا کالاهای تو انبار، تو اینونتوریمون مثلا چه کالاهایی داریم. این جدوله به چه صورتیه؟ ما جدول توی یه دیتابیس جدولهای مختلفی داریم. من یه اکسل رو میارم، حالا کریت میکنیم. خب ببینید، چرا بستمش؟ چی بود اصلا؟ پیغام خطاشو نخوندم. این استال آپدیت میگم بعدا. خب، یه جدول میسازم. ببینید، دقت کنید، من اینم یه همین حالت باشه. ببینید، ما جدول داریم، دقیقا جدول توی دیتابیس همینه. میگیم آقا یه جدول داریم که داخلش میاییم نام، فامیلی، نشنال کود و مثلا موبایل، میاییم داخلش چهار تا ستون ایجاد میکنیم. این ستونها چی هست؟ میگن فیلد. ما توی برنامه اگه یادتون مثلا بریم، میبینید توی برنامه سی‌شارپ زمانی که فرم های خودمون رو طراحی میکنیم، میگیم مثلا فرم چیه؟ ثبت نام یک کاربر، نامش رو میخواد، بهش میگن فیلد. فیلد نام رو وارد کن، فیلد نام خانوادگی رو وارد کن، شماره موبایل رو وارد کن، کد ملیت رو وارد کن و مشخصات دیگه.
توی دیتابیس هم همین فیلد وجود داره. یه فیلد نیم داریم که بهش میگن ستون. دقت کنید، یک ستونیه که داده‌هاش داره ذخیره میشه. یک ستون فامیلی یا یک فیلد فامیلی داریم، حالا میتونه هر چی باشه، اسم فیلد. پس یه تیبل ما از فیلد ایجاد میشه و هر تعداد فیلد هایی که داریم، من الان میگم چی؟ علی، فلاح و مثلا نشنال کد مثلا فلان و موبایل فلان. خب ببینید حالا میام چیکار میکنم، یکی دیگه میزنم، یوسف قنبری، نشنال کد فلان و شماره تلفن فلان. اوکی دقت کنید، این شد ستون. بهتون گفته بودیم چیه اینا؟ میشه ستون نیم، فیلد نیم، فیلد فامیلی، نشنال کد و موبایل، درسته؟ ولی اینو چی میگن؟ این سطر. خب هر سطر یا بهش میگن رکورد، دو تا اسم منطقه داشته باشین که توی دیتابیس بهش میگن سطر. هر رو ما، سطر ما، تلفیقی از چند ستون یا فیلده. ببینید این سطر من مشخصه علیه که نامش هست، فامیلیش هست، نشنال کدش هست و موبایلش، و میشه یک سطر یا رکورد. میگن رکورد، میگم مثلا مشخصات علی رو بده، میاد رکورد علی رو میگیره، واکشی میکنه و مشخصاتش نشون میده. یا میگم یوسف، میاد مشخصات سطر یوسف رو میکشه بیرون و مشخصات رو به اون نشون میده. این میشه پس رکورد یا رو. اگه این دوتا فید و رکورد شنیدین، یا ستون کالام یا رو ستون سطر رو شنیدین، بدونین چه مشخصه. فید یا ستون میشن اینا مشخصاشن، و هر رو یا رکورد میشه تلفیق این ستون ها با هم که یک داده، یک مشخصه، یک فرد، یک مثلا کالا، چیزی رو میگیرن به ما نشون میده. پس برای ساخت جدول باید ما فیلد ها رو بسازیم که داخلش بتونیم روهای خودمون رو ایجاد کنیم. پس این شد از این. بیایم بریم اینجا. ما برای ایجاد تیبل دو تا راه داریم. راه اول چیه؟ ما دیتابیس های خودمون تو جلسه قبل ایجاد کردیم. من میام تو تیبل، ببینید تو بخش تیبل داریم، روش راست کلیک میکنیم، نوع تیبل رو میگیم، نیو تیبل رو میگیم، میزنیم و میایم میسازیم. اسمش رو چیه؟ نیم. و دیتا تایپ یادتونه دیگه، تو جلسه قبل گفتیم انچر داشتیم، انورچر داریم. مثلا من میگم انورچر، چون میخوام فارسی هم ساپورت کنه، میگم انورچر مثلا 20 تا کاراکتر بگیره. این نیم میتونه خالی باشه، الونال، یعنی میتونه این فیلد من خالی باشه یا نه. اگه الونال تیک خورده باشه یعنی میتونه خالی باشه، ولی من میگم نه، نیم من نباید خالی باشه. بعدی چیه؟ فامیلی انور. میتونید بازش کنید اینجا ببینید چه نوع داده ای میخواین. مثلا من میگم انورچر 50، به جای 5ش مثلا میگم چی؟ سی. فامیلی خورده دورانی تره و الونال نال نباشه. بعد نشنال کد میخوایم، اینم انورچر میگیریم. یا میتونید یه داده دیگه بگیریم، میگیم انورچر مثلا 11 اگه اشتباه نکنم، میتونه خالی باشه. موبایل هم مثلا انورچر 10، اینم میتونه خالی باشه. این شد مشخصات یک جدول. دکمه ذخیره که بزنی میگه نام جدول رو بده، میشه چی؟ تیبلمون میشه مثلا چی؟ پرسن و ذخیرش میکنیم. اوکی ببینید تو تیبل یادتونه گفته بودم اگه نشون نداد راست کلیک رفرش. ببینید یک جدولی داریم با مشخصات نیم، فامیلی، میتونیم بهش ستون جدید اضافه کنیم. ببینید راست کلیک کنیم روش، دیزاین رو بزنید و مثلا یه فیلد جدید اضافه میکنم به اسم چی؟ آیدی یا پرسن کد. مثلا میگم هم آیدی بزنیم، از نوع چی باشه؟ اینت. میخوایم یک و نال نباشه. یک مشخصه جداول ما رو دارن به اسم چی؟ پرایمری کی، یا یک مشخصه فارسیش میشه کلید اصلی. کلید اصلی اون چیه؟ روش راست کلیک کنید، ست پرایمری کی رو بزنید. این چی کار میکنه؟ از این به بعد
تو این خونه، یعنی تو این فیلد، تو هر سطری که ایجاد میشه، مثلا امکان داره تو نیم، تو رکورد های مختلف، مثلا اینجا من علی دارم فلاح، اینجا دارم علی دارم مثلا غنبری. ببینید ببخشید فالو فامیلیش هم نوشتیم، مثلا علی باشه مثلا غنبری با مشخصات دیگه. اوکی کپسول خاموش. خب و مشخص، ببینید دو تا علی تکراری دارم، دو تا فامیلی تکراری دارم، امکان داره اینها تکراری باشن، نیم ها تکراری باشن، ولی زمانی که ما یک مقداری یک فیلدی رو از اون پرایمری کی میگیریم، نمیتونیم نوع مقدار تکراری بهش بدیم و یک جور این فیلد ما خاص میشه، میتونه یک عدد خاصی، مثلا الان به جای مثلا آیدی میتونستیم نشنال کد رو بگیم، مثلا کد ملی رو بگیم چی باشه، پرایمری باشه، ولی خب عموما تو طراحی جدول همیشه یک پرسن کدی، مثلا یک کدی، یه آیدی همیشه یک کلید اصلی میشه که متمایز، همه داداش متمایز باشه، تکراری نباشه. و تو بخش پایینش نیا کنیم پراپرتی داره، اینجا میتونیم بیایم چیکار کنیم، بگیم نوع دادمون چی باشه و آیدنتیتی رو میبینین، اینجا میتونیم بگیم این نوع داده من از نوع آیدنتیتی، چون ببینین این حالت باشه ما خودمون باید مدیریت کنیم و بگیم مثلا دادهی که میاد داخل مثلا الان باشه مثلا 10، الان باشه مثلا 15، تکراری بهش ندیم، ولی زمانی که آیدنتیتی بهش بدیم میگه ایز آیدنتیتیش نوعه، میگیم یسش میکنیم. خب وقتی که یس میشه خودش میاد مدیریت میکنه، میگه آیدنتیتی اینکریمنتش مثلا از کجا شروع بشه، مثلا میگیم از 10 یا از 1000 شروع بشه و سیدش چقدر باشه، میخواد حرکت کنه، یکی یکی بره بالا، دوتا دوتا بره بالا، 10 تا 10 تا، میگه همون یکی یکی بره. زمانی که ما میایم اینجا مثلا این فیلد آیدی رو من اضافه کردم، دارم چیکارش میکنم، میخوام مقدار دهی کنه، دیگه دست من نیست، خود اسکیل میاد میگه چی، میاد میگه خود زمان شروعش چند بود، 1000، و یکی یکی بره بالا، پس میاد اینجا شروع میکنه، میزنه 1000، بعدی رو میزنه 1001، بعدی 1002، دیگه خودش مدیریت میکنه و میره تا بالا. زمانی که شما یک سطر جدید ایجاد میکنین، آخری میبینه چند بود و یه واحد بهش اضافه میکنه، دیگه ما نمیایم هر دور بیایم چک کنیم آقا آخرین فیلد چند بود، اگه مثلا 1002 بود الان تو یه واحد اضافه کن، اینا رو دست خود SQL خودش میاد مدیریت میکنه. این بود باز پرایمری کی و آیدنتیتی که داره و ساخت یه جدول. حالا فکر کنید همینا رو روش چی بود، دیزاین بود، اومدیم انجام دادیم. تنظیمات دیگه هم داره، مثلا این کامپیوتر تو مثلا یه چند تا کلمه با هم بیایم جمع کنیم و یه فرمولی داشته باشیم، اینا رو تو جلسه بعدی میگیم حتما، فعلا باید میخوایم یه جدول ساده ایجاد کنیم. این شد چی؟ از نو میزنم، این شد یک جدولی که با حالت دیزاین، با حالت دستی اومدیم ساختیم. من حالا میام یه نیو کوری میزنم و ببینید این بالا این قسمت کومبو باکس رو میبینید چی انتخاب شده، تست دیتابیس هایی که وجود داره، من میگم روی دیتابیس تست داریم چیکار میکنیم. یا اگه اینجا رو میتونین دستی انجام بدین، یا بیاین چی بگین مثلا یوز تست مثلا 2 گو. ببینید الان وقتی که اینو انتخاب کنم اکزیکیوت کنم بالا میشه تست 2، اگه بکنمش تست و اکزیکیوت کنم بالا میشه تست. میتونی هم با کد با دستور یوز این کارو انجام بدین، یا اینکه به صورت دستی این کارو بکنید. فعلا ما انجام دادیم. خب برای ساخت یه جدول ببینیم سینتکسش به چه حالتیه. میگه create table، table name پرانتز باز و ستون data type، ستون data type که با یه و جدا میشن، به این حالت که میشیم میریم ما هم همین کار رو میکنیم. توی اینجا میگیم چی؟ create table، کلمه کلیدی create table، نام table مثلا میگیم
چی باشه؟ مثلا میگیم همون تست، بگیم یه اسمی بدیم بهش، مثلا وندور میدیم، گفتیم پرانتز باز، پرانتز بسته، داخلش باید بیم چیکار کنیم؟ اسم کلون، مثلا میگیم نیم. ببینید نیم یک کلمه کلیدیه، اگه میخوایم ازش استفاده کنیم باید توی یه براکت بذاریم ازش استفاده کنیم، یا مثلا بگیم چی، مثلا بگیم first name این حالا، یا از کلمات کلیدی استفاده نکنیم، مثل select، مثل نمیدونم insert، کلمات کلیدی استفاده نکنیم. اگه استفاده میکنیم چیکار کنیم؟ من اینو دوباره پاک میکنم، مثلا میگم چی، select. اینا کلمه کلیدی هست، اگه میخوایم از اینا استفاده کنیم فقط کافیه توی براکت اینا رو بذاریم، توی براکت بذاریم به عنوان اسم اینا رو در نظر میگیره، هر جا هم که خواستیم ازش استفاده کنیم باید حتما این براکت رو بذاریم. ولی خب حالا ما میایم همون فرست نیم رو میزنیم، فرست نیم گفته بودیم نام ستون، و قسمت بعدیش چی بود؟ دیتا تایپی که داشت. گفتیم چی؟ ما انور چر داریم، گفتیم با انورچر باید یک طول انی میگرفت، مثلا میگیم 20، فرست نیم ما 20 باشه، میدیم پایین، و بعدی میشه فامیلی، درسته؟ بخشید فامیلی، و نوع دادش هم میگیم انورچر مثلا 30 باشه، و بعدی مثلا باشه، قسمت بعدیش چیه؟ میگیم چی، مثلا بگیم NC، مثلا نشنال کود مثلا باشه، مثلا بگیم ورک، بگیم چره، حالا حروف کوچیک میزنیم دیگه، سریع بخوایم بزنیم مثلا چره مثلا 11، و موبایل چره، چون عددن دیگه فارسی که دیگه نمیزنیم این چیزا رو، میگیم بعد 10. این شد از یک ایجاد جدول. یه قسمتی داره اینجا نیمد نگفته، یه قسمتی داره، ببینید کریت تیبل هم کرده چیزی نگفته. خب ببینید تو سایت خود، بریم عقب تیبل این اسکوئل، بریم مایکروسافت کو ام اس تی ام ببینیم چی میگه، دو تا ببینیم سینتکسش رو داریم. اوکی تیبلش، سینتکسش کریت تیبل دیتابیس نیم که اینا نیاز نیست، از شما نیم نیاز نیست، تیبل نیم، حالا اینا از چی ما چیان و چطور برای چی باید استفاده کنیم و میگیم، کالامان دیفاینشن و این فول این تگ. خیلی خب اینا رو نمیخوام، من یک تیبل خیلی ساده، این هنوز شروع نکرده، اینا چیه گذاشتی؟ یه دونه آیدنتیتی داره، یه دونه آیدنتیتی داریم توی ساخت جدول. اگه یادتون باشه گفته بودیم که اگه پرایمری کی شد بیاد چیکار کنه، مثلا آیدنتیتی بهش اضافه کنه، مثلا ببینید آیدنتیتی 1 1، ولی من میخوام چیکار کنم، یه قسمتی داره سینتر، ببینید قسمتشو من میزنم اینجا دیگه، ببینید یه قسمت داره چی، الو چی نوشتم، الو نال، ببینیم الو نال، یه نات هم بزنیم، نات، ای بابا، یه نات نال داره و الو نال داره، میتونه نال باشه و میتونه نال نباشه، میگیم این فیلد من نات نال باشه، و فاصله بدیم و بگیم چی باشه، نال نباشه، و آیدن
و آیدنتیتی برای این نزنیم. میایم بالا یه آیدی میگیم، یه فیلد آیدی اینت داریم که آیدنتیتی چرا نمیگیره؟ به چه صورتی آیدنتیتی کجاش اشتباه می‌نویسیم؟ آیدنتیتی بخشی، ما ببینیم چرا سوتی میدیم. کلمه کلیدی شد آیدنتیتی دیگه، همین الان نوشتیم دیگه. آیدنتیتی درست نوشتیم؟ من چجوری نوشتم مگه؟ آیدنتیتی آیدنتیتی من درست می نویسیم؟ مشکلش چیه؟ ببینیم. آیدنتیتی من کجا رو می این چیه نوشتم اینجا؟ آیدنتیتی درست میگم؟ دستمون عادت کرده رفته روی این آیدنتیتی. خب آیدنتیتی یک بود، از چه مقداری شروع بشه و چند تا چند تا بره؟ یکی یکی میتونه از 1000 بره تا، ببینید اینجا برای اطمینان خاطر بهتون بگیم اینا برعکس سیدمون از چند بره، یعنی چند تا چند تا سیدمون چقدر باشه، مثلا یکی یکی بره بالا و از چه عددی شروع بشه. مثلا میگیم از 1000 شروع بشه به رفتن، ولی یه ور رو بذاریم که خطا برطرف بشه. این شد از این. میتونستیم برای این یک مشخصه چی بگیریم؟ بیم تیبله ما، بیم توی اینجا و پرایمری کی رو بزنیم. تیبل ما میتونه چی داشته باشه؟ یک پرایمری کی داشته باشه و این پرایمری کی رو بعد آخر بهش بگیم چه ستونی در آخر، ببینید چه ستونی باید پرایمری کی باشه، کدوم فیلد ما پرایمری کیه، به چه صورت ببینید. و من میگم اگه لطف کنی بگیری چی گرفتی؟ پرایمری کی داخل پرانتز اسم چی رو میگیم؟ ستون ما میگیم چیه؟ آیدی. میگیم فیلد آیدی ما به عنوان پرایمری کی باشه و آیدنتیتیش هم به چه حالت باشه؟ از 1000 شروع کنه، یکی یکی بره بالا. پس چی شد؟ میگیم یه کلمه کلیدی create table، نام تیبل و ستونهای خودمون رو میایم ایجاد میکنیم. ستون ما چی بود؟ گفتیم آیدی، اسم ستون و دیتا تایپش به ترتیب میایم پایین. حالا ستونی که میخواد پرایمری کی باشه، یعنی کلید اصلی باشه که نتونه داده تکراری بهش بدیم و تو تیبل های دیگه بتونیم ازش استفاده کنیم، ریلیشن بزنیم به هم، میایم به این اون داده اون رو کلید اصلی قرار میدیم که میشه کلمه کلیدی پرایمری کی و تو پرانتز اسم ستون میزنیم. و اگه خواستیم بهش یک آیدنتیتی بدیم، اگه پرایمری کی خالی بدیم بعد خودمون مدیریت کنیم که این ستون داخل داده تکراری نیاد، ولی اگه بخوایم بزنیم اسکویل مدیریت کنه میتونیم از کلمه کلیدی آیدنتیتی استفاده کنیم و پرانتز باز کنیم بگیم هر واحد افزایشش چقدر باشه و از چه عددی شروع بشه به داده، مثلا داده شروع کنه به ثبت کردن. من اینو انتخاب میکنم، سلکت میکنم و اگزیکیوتش میکنم تو دیتابیس تست. زبونمون دیگه گرفت. خب این شد. پس چی؟ کامندمون به درستی انجام شد. یه رفرش میکنیم تستمون رو، میایم تیبل رو رفرش میکنیم و میبینیم یک جدول دیگه ایجاد شد. ببینید این ستونها رو داره، این عکس کلید رو میبینید، مشخصه پرایمری کی بودن این آیدی مونه. من کمی نبیارم این وقتتر. ببینید آیدی ما نات ناله، نمیتونه نال باشه، نیممونم نات ناله، نمیتونه نال باشه. فقط کافی اینجا به صورت
پیشورز همشون نالن. دقت کنید من ناتنال برای هیچ کدوم دیگه نذاشتم، همشون میتونن نال باشن و به غیر از فرست نیم و آیدی که نات نالن میرن بده. و توی قسمت کی میتونیم ببینیم کدوم پرایمری کی داره یا نداره و بقیه چیزا که تو بخش جلوتر تریگر ساختن و ایندکس ها، اینا که اصلا تو بخش پیشرفته کاری باش نداریم. ولی خب ببینید ستون ها اون ایجاد شد، پرایمری کی داریم و پرایمری کی ما چیه؟ آیدی مونه. حالا میتونیم بیایم چیکار کنیم؟ به داده، به جدول خودمون داده ایجاد کنیم، مثلا اضافه کنیم. به چه صورت؟ روش راست کلیک کنیم، ادیت تاب دیویس، میتونیم ادیت تاب دیویس رو بزنیم. ببینید اینجا میتونیم الان آیدی نیاز نیست بدیم. اینجا دقت کنیم، من میدم علی فلا و مشخص های دیگه نیازم نیست بدیم. خودش زد یک. بعدی چی؟ یوسف قمبری. الان باید بشه 1001 اگه اینجوری که مشخصه. دقیقا شد 1001. یک اشتباهی توی کوریمون ایجاد کردیم، همون اول درست گفته بودیم. این بشه یک. بدیم من جدول رو پاک میکنم، از اول میسازیم، چون باید الان اگه بخوام تغییر بدیم این دستورش هم بگیم دیگه. برای الان بریم من خب یه تغییر ایجاد کنم توی من ادیت تاب دیویست رو میام پاک میکنم داده هامو، دلیت. من جدول خودم میخوام یک تغییرات ایجاد بدم. مثلا ببین آیدنتیتی من مشکل بود، باید اول اینکریمنتمون باشه، اینکریمنتمون میشه این، یعنی سیدمون که با چقدر باید بره این میشه و این از کجا نقطه شروع ما میشه 1000 و از واحد افزایشی ما 1. باید این باشه، من برعکس گفتم ببخشید. ولی خب من الان کرییت کردم جدولمو، میخوام یه ستون جدید ایجاد کنم. مثلا میخوام یه ستون جدید اضافه کنم، میگم چی؟ مثلا فون چره، مثلا اینم 10 و یه ستون جدید ایجاد کردم و نوع داده اینت آیدی من آیدنتیتی شو گرفتم تغییر دارم. حتی میتونم بگم مثلا انسی من مثلا باشه انچر باشه، نمیخوام چر خالی باشه، انچر باشه. نوع داده رو تغییر دادم، یک فیلد اضافه کردم، نوع داده یک فیلد عوض کردم و آیدنتیتی پرایمری کیمون هم تغییر دادم. حالا میخوام اینو تغییر بدم، کرییت بذارم که جدید میسازه و قطعا هم چون وجود داره خطا میده. ببینید میگه چنین چیزی وجود داره و نمیتونیم بسازیم. برای تغییر چیکار میکنیم؟ کلمه کلیدی آلتر رو میزنیم، آلتر تیبل، آی آلتر تیبل که هست تمومه. خب حالا میام این کلمه کلیدی رو چیکار کنم؟ البته زمانی که آلتر تیبل میزنیم دیگه فیلد هایی که وجود مثلا تغییری ندارن، فامیلی که اصلا تغییر نداشت، اینا رو نیاز نداریم، فون که ایج تازه گذاشتیم و بقیه نیاز نداریم. این چند تا تغییر کردن. بیایم بریم تغییر بدیم. چی میگه؟ پرانتز باز. ببینیم آلترمون، فکر کنم سینتکسش رو اشتباه گفتم. آلتر تیبل درست همینه. اینترنت ما اگه لطف کنه یک دفعه آلتر هم بگیم تو همین جلسه. این شد آلتر. سینتکسش چی بود؟ آها یه ادی بود، درسته. اگه بخوایم تغییر بدیم، اینکه دراپ با کلمه کلیدی دراپ میتونیم یه ستونی رو حذف کنیم و آلتر کل، آها باش کلن اشتباه. ببین آلتر رو میزنیم، گفتیم این سه تا ستون تغییرات دارن. باز شو، من یک ستون جدید ایجاد کردم به اسم فون، میگم گفت آلتر کلون باید بزنیم. یعنی کلمه کلیدی آلتر کلون رو باید اضافه کنیم برای ستون اضافه کردن. پرانتز پایینم ببندم، میگم آلتر کلون یک ستون اضافه کردم، اینو
تغییر دادم، یک ستونی رو، نوع دادش رو تغییر دادم، شد آلتر کولوم. من اینو اضافه کردم، این آلتر کولوم ایکس میکنم برای این، اینو من تغییر دادم، ستون این نوع داده اینو تغییر دادم و آلتر نیاز نداره، اد میشه اد کرد و اینم چیه، اینم آلتر کلام دیگه، همینه، کپی میکنم. این به این حالت، ببینیم چه چیزهای دیگه میگن. اوکی، ببینیم همه رو با هم ایجاد میکنم. میگه identity، میگه این syntax این آیه keyword level این engineer. ببینیم از اینجا به بعد تا اینجا رو من میگیرم. syntax این keyword چرا identity رو قبول نمیکنه؟ ما alter column دیگه، نوع ستون تغییر نکرده ولی آیدنتیتیش تغییر کرده. بذاریم ببینیم این چیه. ولی مثلا اگه اینو بیارم بالا باید تغییر کنه. من اینو میارم بالا، نوع داده این تغییر میکنه، NC column. ببینید این مشکلی نداره. یا مثلا یک ستون جدید اد کنم بیارم بالا، چی شد؟ اد کو، به این حالت این مشکلی نداره. ببینید این دو تا تغییرات ایجاد شده برای وندورمون. رفرش میکنم، ببینید موبایل اضافه، فون اضافه شده، انسیمون از چر به انور چر تبدیل شده. اینا مشکلی ندارن. مشکل اصلی ما الان روی اینه که این آید با کلمه کلیدی آیدنتیتی مشکل داره و نمیتونه این کار رو انجام بده. خود کیورد آیدنتیتی اینو بذاریم من یه سرچ بکنم، یه پاوس میکنم. خب دوستان ببینید ما برای اینکه این کار رو انجام بدیم، حالا تو سرچ هایی که کردیم میگه اول باید بیایم اون ستونمون رو حذف کنیم و یه ستون جدید ایجاد کنیم برای اینکه یک آیدنتیتی جدید داشته باشیم. پس ما میبینیم چی کار میکنیم. آلتر تیبل، بذاریم اینو حذف کنم. خب دوستان ما الان اومدیم چیکار کردیم؟ حالا جستجو که کردم، حالا میگه برای این کار، چون من تا حالا این کار رو نکرده بودم، برای اینکه بخوام یک آیدنتیتی خودم رو با کد تغییر بدم، اومدم میگن چیکار کنیم. اول ستون آیدنتیتی قدیمی که دارین رو حذف کنیم و یک آیدنتیتی جدید ایجاد کنیم. برای این کار میگیم چیکار میکنیم؟ میگیم alter table vendor و دراپ میکنیم کلمن چی رو، آیدی مون. این کد رو اجرا میکنیم، ببینید یک خطایی میگیره، میگه این آیدی که دارین چون پرایمری کیه نمیتونیم پاکش کنیم. پس قبلش میگیم مثلا خود پرایمری کی رو اول پاکش کنیم. میگیم alter table vendor و drop میکنیم constraint. این منظور از constraint چیه؟ میخوایم اون اسم relation چیه، primary key که داریم، ما primary key ما یک اسمی داره، اون اسمشو میگیم چی کار میکنیم اینجا میزنیم. ببینید اول خود اسم primary key رو حذف میکنیم، ساکسفیل. حالا ستون آیدی رو حذف میکنیم چون پرایمری کی دیگه وجود نداره، حذف شد. حالا بیایم چیکار کنیم؟ یک ستون جدید ایجاد کنیم. برای این کار میگیم چی؟ میایم میگیم alter table add column، add column چی؟ آیدی و بعد پرایمری کی باشه اگه اشتباه نکنم. ببینیم پرایمری کی و چی میخوایم؟ ایدنت باز نر گذاشتم، ایدنتیتی و مقدار شروع
مثلا 1000 و یکی یکی بهش افزایش پیدا کنه. کلم نمیگه نباید باشه، میگیم add id، ولی میگه کلم نه. میگیم چیه؟ میگیم alter table vendor add، بعد کلم باشه دیگه، اینجا باید در اصل اسم اون کلم نما باشه، اسم id. این چی میگه؟ خطای این چیه؟ توی پرانتز سینتکس میگه 1000. این اوکی، این کلم رو ببینیم داستانش از چه قراره. بیاییم اینجا دراپه که گفته بودیم، ما داشتیم چی کار میکردیم؟ آلتر داشتیم میکردیم، اینجا بودیم برای ستون آلتر تیبل آلتر کلوم اد میخواستیم بکنیم. این دراپ بود، این آلتر کلوم، آلتر اد دیتا پرس از نه دید، همینطوری اد خالیه. آها نوعش رو نگفتیم، دقیقا اینجا نوع میخواد. ای کلمن آی دی از نوع اینت. حالا درست، من یه سیوتی دادیم که اصلا نوع این خوده به چیه، آی دی رو ما اصلا نگفتیم چیه. حالا دوتا خط بالا رو که اجرا کرده بودیم، مونده خط آخر. من اینجا رفرش میکنم که ببینین این ستون هایی که میخوایم، ببینین آی دی دیگه وجود نداره، کی هم نداریم. حالا با این مقداری که الان میدم اکزیکیوت میکنم، اوکی رفرش، هم کلید جدیدمون ایجاد شد، هم فیلد، هم ستون بخش، هم فیلد جدید ایجاد شد، هم کلید اصلیمون، کلید جدیدمون. حالا بیایم چیکار کنیم؟ مقداری که میخواستیم رو بدیم، کاری به این نداریم. علی فلاح. خب بقیه که مشکلی ندارن. آیدیمون آیدی رفته آخر، این علی فلاح و نشنال کد که نیاز نید، تموم. ببینید 1001. حالا میگیم بعدی چیه؟ یوسف قنبری، قنبریشو برمیداریم میذاریم اینجا، بقیه نیاز نیست. ببینید 1002 خودش میاد این کارها رو انجام میده، بهتون مدیریت میکنه. پس برای آلتر کردن، من یه توضیح دیگه بدم چون این وسط یه مشکلی پیش اومد، میایم اینا رو اوکی میکنیم. گفتیم برای اینکه یک، اگه پرایمری کی نباشه مشکلی نداره، سریع میتونیم اونو آلتر کنیم، ولی میخوایم اگه یک پرایمری کی آیدنتیتیشو تغییر بدیم، اول باید بیایم خود پرایمری کی رو حذف کنیم که اسم پرایمری کی مونه. با این دستور میایم حذفش میکنیم خود پرایمری کی، بعد ستون پرایمری آیدنتیتی مون رو حذف میکنیم و میایم یک ستون جدید با پرایمری کی و آیدنتیتی جدید ایجاد میکنیم براش. این سه تا روش برای حذف یک آیدنتیتی یا تغییر یک آیدنتیتی نیاز داریم. ولی اگه حالتهای عادی باشه دیدین دیگه، تونستیم نوعش رو تغییر بدیم، یک ستون جدید ایجاد کنیم و مشکلی نبود. ولی زمانی که میخوایم یک آیدنتیتی تغییر بدیم، حتما باید پرایمری کیش حذف بشه، خود ستونش حذف بشه و با مشخصات جدید ایجاد بشه برای اون تیبل. خب این بود پس آلتر تیبل. ما تونستیم تیبلمون رو ایجاد کنیم با دستور، با دیزاین هم تونستیم ایجاد کنیم، آلتر هم تونستیم بکنیم. البته اینم در نظر بگیرید، زمانی بخواید تیبل رو تغییر بدین کافیه دیزاین کنید، بیاین اینجا تغییرات خودتون انجام بدین. مثلا بیاین بگین مثلا یک اسم جدید بدین، مثلا این ورچر. حالا ببینیم اگه این خطا بده، که خطا نداد. اگه زمانی که شما اینجا یک تغییر ایجاد کردین خطایی داد مبنی بر این که نمیتونین تغییرش بدین، بیاین تو تولز، توی آپشن، تو قسمت SQL Object، نه ببینیم کدوم بودی، تو دیزاینر، ببینید تو قسمت دیزاینر این تیک آخر رو بردارین،
این تیک رو بردارین که بتونین تیبل های تغییراتی که روی تیبل ایجاد میکنین بتونین ذخیره کنین. این بود پس از تیبل های ما. خب شما دوستان عزیز یه لطفی کنین، اون دکمه قرمز سابسکرایب رو بزنید، زنگوله جلوش هم بزنید که اما آخرین فیلمی که توی یوتیوب میذاریم شما با خبر بشین. توی بهترین روش حمایت ما فالو کردن توی اینستا و سابسکرایب توی یوتیوب. مرسی که تا اینجا ما همراه بودین. از جلسه بعد مطالب بهتریه، چون میریم کار با داده توی SQL، چون الان دیگه ما طریقه ساخت تیبل رو آشنا شدیم، دیتابیس هم آشنا شدیم، از این بعد میخواییم عملیات کراد، حالا میریم براتون بازش میکنیم، عملیات کراد رو توی تیبل همون انجام بدیم. خب. تا جلسه بعدی پس خدا نگهدار.